تو واسه چی زخمی شدی؟ از امتحان سربلند اومدم. چه امتحانی؟ امتحانش؟ هر چی یاد گرفته بودم همش رو پاس کرد. از دورشم جدن کلی مدال گرفت. دیگه کم کم باید آماده بشی. از کجا معلوم شاید یکی دوتا مدالم گیر تو بیاد. امتحانت کی شروع میشه؟ یه ماه مونده دیگه. باید تا 4-5 ماه دیگه بهشون وقت بدی. داداش فقط دقت کن روز جمعه باش. دیگه همه چی هم که حاضر و آماده. اون دختر کیه؟ راکسیه. آخه مامان چش شده؟ اون دختر فیض‌الله‌ست. تو این دنیا معجزه هم وجود داره مونا. شاید واقعا این معجزه‌ای بشه. مامانش قبول کنه. من که تا آخر اون غلامی مامانمو میکنم. مامان. سلام هر چی میخوای همونطور بشه ان شاءالله. اصلا. راستش من میترسم مونا. من بهش نگفتم که بابا جواب بله داده. بابا یکی دیگه میخواد نام زدم. دل که دروازه به پھر سے تیری دستک مانگو تجھ سے ہی پھر اپنی پہلی سی محبت مانگو. راکشی بیا دخترم. اومدم بابا. بریم. آره بریم. امتحانت کی شروع میشه؟ یه ماه و نیمه دیگه. نیم سال اوله؟ آره. باید تا 4-5 ماه دیگه بهشون وقت بدم. بیا دیگه. اومده. هرستو خالی کردی؟ مامان اون با زبون درازش عصبانیتمو بیشتر میکرد. ذره‌ایم شرمنده نبود. دیگه گذشته. عصبانی شدی و هرستم خالی کردی. وقتی با اسلم حرف زدم یه چیزی رو واضح بهش گفتم. که اون تو رو داداش بزرگش نه. بلکه پدرش بدونه. خب که چی؟ اگه بابا زنده بود برای این کارش بهش صد آفرینی میگفت؟ کاری که تو دیشب کردی نمیدونم به عنوان برادر بزرگتر بود یا به عنوان پدر. منم دخالتی نکردم و مانعتم نشدم. حالا تو هم تو کاری که میخوام انجام بدم نباید مانعم بشی. میخواین چی کار کنی؟ حرفشو قبول میکنم. ولی مامان. کافیه امجد. نامزدی به هم خورد و دیگه درست نمیشه. بذار پسرم برام بمونه، وگرنه خیلی زود ممکنه از دستم بره. اون دختر کیه؟ هر کی هست، حتی اگه دختر گدا باشه. وقتی باید قبولش کنیم پس قبولش میکنیم. راکشیه دختر فیض‌الله. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ راست میگم. یعنی مامان؟ واقعا؟ آره خودش گفت. بالاخره دل مامانو نرم کردی. یا خدا رو شکر بالاخره بهش میرسن. آبجی زینب داداش مراد اومده. آخه مامان چش شده؟ اون دختر فیض‌الله‌ست. بالاخره مادره. خب چی کار کنه؟ کار یه مادر هدایت کردن بچه‌شه.
سر به راه کردنشه، نه اینکه جلوی لجبازیش کوتاه بیاد. بین من و فیض الله یه عالمه دعوا اتفاق افتاده، حالا پاشیم بریم خواستگاری دخترش. آره مردم بهم میخندن. داداشم جان، میخواستم ازتون تشکر کنم. چی؟ اگه شما دیشب منو کتک نمیزدین، مامانم امروز دلش نرم نمیشد و راضی نمیشد. داداشم جان، اگه دیشب از حرفام ناراحت شدین، پس لطفاً ببخشین. همه میتونن عوض بشن ولی تو نه. به مامان بگو که میتونه بره، من نمیرم. اگه خواست تو یا زینبم با خودش ببره، میتونید برید. مونا چی شده؟ کجا بودی؟ چی شده؟ کل حیات داشتم دنبالت میگشتم. چی شده؟ بیا بهت میگم. امروز صبح که دماغ نشسته بودی و سر هر چیزی گیری و زاری راه انداخته بودی، حالا دیشت باز شده توی چند ساعت، مگه چی شد؟ اصلا پیام فرستاده بود. مامانش قبول کرده. واقعا؟ میتونی گفتش که مامانش و خواهرش امروز قراره بیان. واقعا؟ وای راکشی، ولی بابات که قول تو به یکی دیگه داده. خب مجبور شده بود دیگه، از شرایط ترسیده بود. الان در مقابل اون خواستگار، این خواستگار بیاد، بابا نمیتونه نبگه. مامان هرگز هم همین قول داده. راکشی عزیزم، هرچی میخوای همونطور بشه ایشالله. آمه میخوای چی بپوشی؟ وای خب من فقط اسلام. من موهای تو درست میکنم. آره موهام حتما تو درست کن، جلوی خاله خوشگتر به نظر بیام. البته هنوز منو ندیده ها، ولی خب اسلام واقعا که شجاعی پسر. یعنی رفتی خونه یه دایی تو خودت نام زدی یا به هم زدی؟ والا ما که هیچ وقت شجاعتشو نداشتیم با تصمیم پدر مادرمون مخالفت کنیم. مراد کار خوبی کردی که اومدی پسرم، بچه ها دلتنگت شده بودن. آره آره، خب کی همچین لطفی بهت کرده؟ فکر نکنم داداشت بوده باشه، حتما برادره یه دختر تو را کتک زدن. بیار بیار. زینب بچه ها رو حاضر کن دیگه، من اومدم ببرمتون. ولی پسرم، زینب که اومده بود بمونه، یعنی الان که یعنی بچه ها فقط میتونن دلتنگ بشن؟ من نمیتونم دلتنگ بچه هاشم؟ آره خب تو هم همینجا بمون مراد، اینجام خونه ی خودته. نه خیر، راستش نمیتونم خونه ی مادر زنم بمونم. تو چرا وایستادی؟ برو حاضر شو دیگه. دارش مراد خورتون گفته بود این آبجی زینب رو بیارم، چند روزی اینجا بمونه دلتنگیش رفت شه. آره میترسم دلتنگیش زیاد رفت بشه. خب یعنی حس میکنم شرایط اینجا برای یه بچه ها خیلی مناسب نیست. آخه نمیدونم جلوی اونا چه اتفاقایی میفته که. راستش مراد، امروز برای اسلم میخواییم بریم خواستگاری، امروز رو بمونین فردا بریم. آخه دفعه پیشم که زینب اومده بود بهونش این بود که تاریخ عروسی داداشش تعیین میشه که نشد، و الانم میخواید برید خواستگاری. چه تضمینی هست که بله رو بگیرید؟ نه منظورم اینه، خب یه تحقیقی بکنید،
آخه امروزه دخترها با یکی قرار میذارن و با یکی دیگه ازدواج میکنن. آخه میترسم دل پسرمون بشکنه. رکشی، بابات خونه اومد. الان وایسا یه مرتبه بیرون بیا. وقتی خواستگار اومد گوش کن، اگه با شنیدن حرفان فیض‌الا بیاد ازت اطمینان حاصل کنه، پس انکار نکن و الا من دروغگو میشم. فهمیدی نه؟ قوی باش، اونم راحت مامانشو راضی نکرده. زخمای صورتشو دیدم. همه چیو برات تعریف میکنه. هر اتفاقی افتاد صبور باش، قوی باش. دارم میرم بیرون. خب کی قراره بیان؟ نمیدونم، فقط گفت امروز. حتما بعد از اومدن فیض‌الا میان. خوبه. مامان همه چی درست پیش میره نه؟ نمیدونم. ولی شما گفته بودین که بابا رو راضیش میکنید. گفته بودم سعی میکنم راضیش کنم. هنوزم سر حرفم هستم. ببین راکشی، برای جنگیدن واسه تو من فقط یه راه داره و اونم رضایت توه. همینو میتونم به بابات بگم. ولی تو باید خیلی شجاع باشی. من؟ آره دیگه، من که نمیتونم برای فیض‌الا این دلیلو بیارم که از اون پسر نه از این پسر خوشم اومده. تو برای خواستگار دوم راضی هستی، پس باید اینو بگی. ولی شما گفته بودین که اگه بابا از انتخاب من با خبر باشه ممکنه لج کنه. خب اون باید لج کنه. رکشی تا وقتی مرد لج نکنه هیچ تصمیمی نمیگیره. هم تصمیمات خوب و با لج بازی میگیره و هم تصمیمات بد. حالا این شانس توه که لج بازی اون میتونه به نفعت باشه یا نه. باید آمادگی لازم رو داشته باشی. ولی تو نباید ضعیف بشی. حالا اشکاتو پاک کن، یه عالمه کار داری. یا لافری کنم. این مرض خانوادگیتونه، همین عشق عاشقی.
همتون تو یه مسیر در حرکتی. پس اصلا واسه همین بودو بودو پیشت اومده بود ها؟ آره؟ وکیلی بهتر از تو کجا میتونه پیدا کنه؟ با یه بار تعارف زدنم بلا فاصله برای اومدن حاضر شدی. خواهر و برادر دقیقاً این همی. چرا پوزخند میزنی؟ چیزی نیست، از برگشتنت خوشحال شدم. خیلی تعجب کرده بودم که رفتارت عوض شده بود. بریم. مونا تمومش کن دیگه. دو دقیقه تموم شد. امروز فقط برای این اومدم که تو رو حاضر کنم. خاله امروز قراره ببیند. مگه اولین باره میخواد ببیندم؟ این صورت رو هزار بار دیده. ولی امروز با یه هدف دیگه میبیند. نمیدونم با چه اجباری قراره بیاد اینجا. اصلا درکت نمی کنم. یه لحظه خیلی خوشحالی، یه لحظه خیلی غمگین. راستش من میترسم مونا. چرا میترسی راکشی؟ تماس از اصلم بود نه؟ چرا حرف نزدی؟ چون که حسدا میتونه بفهمه که خیلی نگرانم. بعدش ازم میپرسه و من نمیتونم بگم. چرا نمیتونی بگی؟ من بهش نگفتم که بابا جواب بله داده و با یکی دیگه میخواد نامزدم کنه. مشکلی نداره، بهش میگفتی؟ ترسیدم ناامید بشه و حتی از آوردن مامانشم منصرف بشه. فعلا فقط یه امید دارم که شاید بابا از خواستگاری اصلم خوشحال بشه. شاید بابا بفهمه که من به این وصلت راضیم و از اون خوشم میاد. توی این دنیا معجزه‌ام وجود داره مونا. شاید واقعا یه معجزه‌ای بشه. گوشه بردار دختر، حسینی ما با کی ترسیم کنم؟ اینجوری که بیشتر ناراحت میشه. خدا کنه یه معجزه اتفاق بیفته. خدا کنه. اگه تو هم با امون می اومدی خیلی خوب می شد. به محض این که بله رو بگیرید من اومدم. داری تنها می ذاری میری؟ دیگه مامانو اذیت نکن. مگه جرأت دارم اذیتش کنم؟ من که تا آخر اون غلامی مامانم رو می کنم. مامان برو کنار پسر یه دیوونه. میرم از داداش خدافظی کنم. براش کاری پیش اومد رفت بیرون. بریم. پس ازش خدافظی کنی. باشه، بهش میگم. تا چند وقت دیگه امتحانشو میده و فارغ التحصیل میشه. آب و هوا هم خوب میشه. به محض اینکه مناسب بدونید میتونیم تاریخ عروسی رو تعیین کنیم.
داداش فقط دقت کن روز جمعه باشه. دیگه همه چی هم که حاضر و آماده است. مگه نه؟ باشه، حالا میبینیم. فعلا با اجازتون. ای بابا یه چند دقیقه بشین. الان اسکندرم میاد. اونو ببین بعد برو. از خونه پشت سر هم دارن زنگ میزنن. نمیدونم امروز چرا اینقدر نگرانم. بالاخره عروس جدیده، یه خورده ناز و ادا داره، مگه نه؟ نه خیر زن داداش، اینطور نیست. خب شاید میخوان جایی برن، واسه همین فعلا میرم. شما هم حتما تشریف بیارین. انشالله حتما. خدا نگهدار. بفرما. 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 چی شده؟ تو چرا توی فکر غرقی؟ یه چیزی اذیتم میکنه. داداش فیض چرا اینقدر عجله داره دخترشو عروس کنه؟ به نظرم همه عجله دارن که دخترشون به موقع ازدواج کنن و خونه بختشون برن. ولی ایشون یه خورده بیشتر عجله دارن. با اینکه پدر دختره، بازم هر روز میاد میگه که عجله کنید. این رفتارش برای من خیلی عجیبه. ای بابا، همین چند دقیقه پیش داشتی از زن جدیدش حرف میزدی. ممکنه رابطه اون با دخترش خوب نباشه. خوب برای همینم میخواد دخترشو سری بفرسته خونه بخت. ممکنه، ولی یه چیزی هست. وقتی اون محله رو ترک کردیم، اون موقع راکشی مدرسه میرفت و یه دختر بچه بود. یعنی تفاوت سنی هم براشون مهم نیست؟ یا حتی با وجود اینکه همه چی رو در مورد اسکندر میدونن؟ آخه مگه در مورد اسکندر چی میدونه؟ پسر ما یه مرد کامله. یه دختر نوجوان نیست که کسی بتونه به راحتی از را بدرش کنه. و توی نوجوانی این پسرها توی کوچه و محل یه خورده خوشگذرونی و تفریح میکنن دیگه. ولی موقع ازدواج، حتی اگه 30 یا 40 ساله هم بشن و یا حتی بابای چند تا بچه هم بشن، بازم میتونن با یه دختر 18 ساله ازدواج کنن. الکی برای خودت نگرانی پیدا میکنی. زینب رفت. خودم میدونم. باش خدافظی میکردی. آخه تو چرا با خواهرت قهری؟ با خواهرم قهر نیستم. دلم نمیخواست قیافه مرادو ببینم. اون آدمو نمیتونم تحمل کنم. خب پس چرا کاری کردی زینب تحملش کنه؟ منظورم اینه که مامان به هم گفته بود که تو از این وصلت راضی بودی. عشرت صبر منو امتحان نکنا. همه یه حرصمو رو تو خالی میکنم. فقط اومده بودم اینو بگم که مامان برای رفتن حاضره. اگه زینب میبود اونم با مامان میرفت. ولی حالا شما برید. به هیچ وجه. مامان خودش میره. منم ساکتم. همینقدر کافیه. حالا که به خاطر خوشحالی داداشت راضی. به خاطر خوشحالی اون بی غیرت راضی نشدم. به خاطر احترام به حرف مامان راضی شدم. چی کار کنم؟ منم مثل اون دوتا سرکش بشم و با تصمیمات مامان مخالفت کنم؟ این که الان چی میکشم فقط خودم میدونم. مردم چه حرفایی میخوان بزنن؟ ما همه رو من کردیم که با اونا ارتباط نداشته باشن. حالا میخوایم خواستگاری دخترش بریم؟
رکشی، بابات خونه اومد. الان وایسا، یه مرتبه بیرون بیا. وقتی خواستگار اومد. گوش کن، اگه با شنیدن حرفان فیض‌الله بیاد ازت اطمینان حاصل کنه، پس این کار نکن. و الا من دروغگو میشم. فهمیدی نه؟ قوی باش. اونم راحت مامانشو راضی نکرده. زخمای صورتشو دیدم. همه چیو برات تعریف میکنم. هر اتفاقی افتاد صبور باش. قوی باش. دارم میرم بیرون. بالاخره یاد منو بعد بخ افتادی. تو چت شده اصلا؟ اتفاقا کیفم کوکه. همه چی رو به راهه. الان اصلا وقت شوخی نیست. تو واسه چی زخمی شدی؟ زخمی؟ نه بابا. دروغ میگه. راست میگه. بگو به جون من. اینا مدالن واسه موفقیتم. از امتحان سربلند اومدم بیرون. چه امتحانی؟ امتحان عشق. هر چی یاد گرفته بودم همش رو پاس کردم. از دارش امجادم کلی مدال گرفتم. میشنوی؟ تو هم هر چی یاد گرفتی پاس کن. دیگه کم کم باید آماده بشی. از کجا معلوم شاید یکی دوتا مدالم گیر تو بیاد. بچه ها رسیدیم خونه. آی خدا. هادی با داداشت بازی کن. یلا بشین 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 بشین. او این چیه؟ او اسباب بازی پسرمه. داداشتو اذیت نکنی ها. دعا کن آبشی. مامان همین الان رفت خونه ی راکشینا. به به پیام از طرف کیه؟ چهره ی عبوست خندون شد.
جالبه. اسلم آبجی خیلی متدینی داره، ازش التماس دعا میخواد. تو به اسلم نگفتی؟ اگه دعاهات اینقدر تأثیر داشت برای خودت قبول نمیشد؟ من برای خودم از خدا فقط یه چیز خواستم، اونم دعامو شنید. عجب، و اون چیه؟ ازش صبر خواسته بودم، اونم بی نهایت بهم صبر داده. کانال ما رو سابسکرایب کنید، حمایت شما به ما روحیه میده. تجھ سے ہی پھر اپنی پہلی سی محبت مانگ